بسیاری از مردم قبرس امیدوارند انتخاب رئیس بخش ترک نشین روند اتحاد دو قسمت را تسریع کنده. با این وجود به گفته برخی کارشناسان حتی انتخاب نامزد میانه رو از فشار سیاسی ترکیه بر بخش شمالی نمی کاهد. حدود 90 درصد از ساکنان منطقه ترک نشین در دور اول انتخابات شرکت کردند و این نشانی از اهمیت این رقابت دارد. از دید ناظران انتخابات اخیر رقابتی میان حفظ وضع موجود و تغییر است. اوکان شافاکلی استاد دانشگاه درباره وضعیت سیاسی قبرس به خبرنگاری یورونیوز گفت بیکاری و فساد و اداری در بخش شمالی بیداد می کند. به همین دلیل است که مردم می وضعیت کنونی تغییر کند. نسیم تغییر وزیدن گرفته. آقای آکینچی نماینده این جنبش است. جنبشی که امیدوار به یافتن راه حل هاست. از سال 1974 به حمله نظامی ترکیه به بخش شمالی قبرس این کشور به دو قسمت ترک و یونانی نشین تقسیم شده. آقای شافاکلی میگوید اگر جزیره به سمت صلح حرکت نکند ورود به نظام جهانی و نقش آفرینی در آن برای هر دو قسمت دشوار است در نتیجه آینده ای برای جزیره قابل تصور نیست همانطور که میدارید هر دو بخش گفتند که شرایط حاضر همیشگی نخواهد بود بخش شمالی قبرس در سال 1974 اعلام استقلال کرد و نام جمهوری ترک قبرس شمالی را برای خود برگزیده تا کنون به جز ترکیه هیچ کشوری استقلال بخش شمالی را به رسمیت نشناخته است